بسیار خوب دوستان به سراغ ادامه بحث دیوار در نرم افزار رو رویت میریم لایه بندی دیوار رو ما کار کردیم اما حالا باز یک مرور دیگه ای من میکنم یه دونه یکی دو تا دیوار دیگه می مدل میکنیم لایه بندی میکنیم که حالا مروری بشه شاید حالا یه سری چیزای جدید نکته های جدید توش بگیم توی دیوارهایی که بچه بین فضاهای داخلی قرار میگیره مثلا بین نمیدونم اتاق خواب و آشپزخونه اتاق خواب و سرویس بهداشتی دیگه این جهتش مهم نیست که تو اینتریور رو مثلا کاشی داخل همون بگیری یا گچ داخل ببینید بچه ها این اینجور نکاتی مثل این ماهیچه زیر قیرگونی در کنج کنج دیوار کنج فضاهای تر یا مثلا روی پشت بوم اینجور یه ماهیچه سیمانی اجرا میکنن که این گوشه اینجوری یه شیبی بگیره برای عبور آبهایی که حالا وارد این قسمت میشه این ماهیچه رو شما توی این نع... کار لایه بندی و سبودی اول بذاری این بعدا تو دیتیلینگه تو دیتیل به این میرسیم ببینیم بچه ها یه جاهایی من میخوام این فرض رو با این بگیم در ورودی راه یک خونه است به راه یک خونه است اینجا هم یک کمد دیواری میخوام بشه یه دیوار اینجوری چیندم هم و, و سرد و این میخوام یه دونه شلپ داخل این بخوره هر چیزی دو تا نکته تو این اتفاق هست هم برای در هم برای دیوار ببین اینجا گچ و لایه های گچینه یه دفعه کات شده خب یعنی من اگه به عنوان یک ناظر اینجا وایسم اینجا رو نگاه کنم دارم آجر داخل دیوار رو میبینم درسته این گچ ها اینجوری بریده شده دارم اینو میبینم زمانی که اینجا چارچوب در باشه خب دوباره این آجره که نمیتونه یه دفعه کات شه الان بغل دیوار در اتاق خودتون نگاه کنی هر جایی که بغل در اطراف دست نگاه کنی یا این گچه اینجوری پیچیده اومده تا کنار چهارچوب از اون طرف هم حالا هرچی هست گچه دوباره آجره هرچی میاد تا کنار چهارچوب خب برگردیم به سراغ جعبه البته این دوتا گزینه هم که حالا گفتیم این رولانت کانسترکشن رو بگیم وید که میبینی خاموشه زخامت نهایی دیوار رو داره مینویسه برای همین هم خاموشه چون مجموع لایهات میشه اون دیگه ببین چهلو سانت اگه چشمم درست ببینه بعد اوکی چهلو و سانت این فقط اون رو داره اینجا می نویسه. فانکشن یا عملکرد این عملکرد دیوار رو می‌نویسه دیوار داخلی خارجی نمیدونم مثلا رو روی فونداسیونه و الاخر. توی اجرا بچا گچ روکاری رو که دارن کار میکنن گچ نهایی دیگه نیاز, نیاز نیست تا بالا بره حتی گچ زیرکار حتی گچ زیرکار هم بعضی وقتها البته نمیشه تا بالا میگن نبریم اریکی خب اینجا که دیده نمیشه توی سقف ما و یه مقدار زیادی گچ و سیمان هدر میره و شما توی پروژه هم که میگه خب اینجا به چه دردم میخوره اینجا به این دردت میخوره تو در این کار متره میکنی متره برابرده همین یه که گچه خودش نزدیک 3 متر مربع شد مساحت داشته باشه ممنون که همراه هم بودین سبز باشین و پایین